یه فرماندهی بود به نام کهر ابن حاسم. روایت نقل میکنه کهر ابن حاسم سکه رو میگرفت تو دستش، با دوتا انگشتاش به قدری زور داشت، این اثر برجسته روی سکه رو از من میوردش، خم میکردش نقره. کهر ابن حاسم آمد دید کار جنگ گره خورد، همه غالب هست. در همین حین روایت نقل میکنه وقتی که از خیمه آمد بیرون، جان عالم به فدای این خانواده، شروع کرد سه مرتبه گفت هل من مبارز، تمام لشکریان سپاه امیرالمؤمنین عقب کشید از فرط زور و بازوی این شد. به همین خاطر امیرالمؤمنین به خاطر اینکه قوت رو دوباره به لشکر برگردانه، مولا فرمود از بین شما لشکریان کی حاضره بتونه بری کهر ابن حاسم رو به درک واصل. روایت نقل میکنه عباس ابن علی بلند شد، جوان 14 یا 17 ساله در جنگ صفین، آقای من و شما امیرالمؤمنین کلاه خود رو گذاشت سرش، زره رو گذاشت به تنش، شمایل و ذوالفقار رو حمایل کرد، از نیام خارج کرد، عباس ابن علی ابن ابی طالب رو سوار بر دلدل کرد، فرمود یا عباس برو به دل میدان و فخر آوری کن برای خاندان علوی ها، در حالی برو که فنقبت، نقاب بزن نشناسن. میگه عباس ابن علی همه دارن نگاه میکنن، جوان 14 ساله میخواد چه کار بکنه، رفت به دل میدان. نقل میکنه کهر ابن حاسم مکرر میگفت هل من مبارز، همه مثل بید میلرزیدن، عباس ابن علی چنان تاخت به دل میدان. روایت نقل میکنه که معاویه علیه الهاویه میگه والله قسم من میدیدم از زمین داره علی میجوشه، نمیدونه عباسه. میگه من دیدم به تعداد 30,000 نفر 30,000 علی و دلدل روی زمینه. کهر ابن حاسم گرش کرد کیه که بتونه تا دل لشکر معاویه بیاد در حالی که من زندم. میگه دیدن از یسار عباس ابن علی شمشیر میزنه، از یمین عباس ابن علی شمشیر میزنه، از دل خیام عباس ابن علی میجوشه. کهر ابن حاسم به خودش آمد، دید از وسط دونست شده، در حالی که ملائک فوت شد بخن بخن گفتن.